بعزت هاشم در تورا وقتی که دستور فرمان کشروت خوراکی ها رو میده و ممنوعیت هایی که وجود داره که چه حیواناتی رو میشه کاشر هستن، طاهر هستن، میشه استفاده کرد، چه حیواناتی تامه هستن، آسور هستن، چه خوراکی های کاشره، چه خوراکی های تامه است، اونجا تورا میفرماید که ولو تیتم او باهیم و نیتمتم بام، یعنی خودتون را تامه نکنید با اونها و ناپاک نکنید با اونها و نیتمتم بام. نیتمتم ظاهرا معنیش میشه و تامه خواهید شد با آن، ولی وقتی که دقت میکنیم میبینیم که و نیتمتم را بدون الف نوشته، یعنی کلمه تامه یا توما باید الف داشته باشه، ولی و نیتمتم که میگه بعد از اینکه میگه خودتون را تامه نکنید و نیتمتم با، اینا بدون الف مینویسه و خخامین این را داراش میکنن که این دیگه از لفظ توما نیست، این از لفظ تیمتومه. توما به معنای ناپاکیه، تیمتوم به معنای بسته شدنه، یعنی وقتی که کسی غذای غیر کاشر میخوره این دو اتفاق میفته، یکی تومعاس ناپاکیه که براش اتفاق میفته، توما یه چیز معنویه، چیز مادی نیستش، و یکی یعنی از نظر معنوی این اومده و جسمش را و روحش را تامه کرده، ناپاک کرده، و دو باعث تیمتوم میشه، یعنی بسته شدن. به اصطلاح خخامی میگن تیمتوم هلف، یعنی قلبش بسته میشه. قلب همیشه به صورت استعاره برای نشاما و روح و ارتباط انسان با خداوند به کار میره و اونم هست. بله، و نیتمتم بام باعث تیمتوم هلف میشه، یعنی که اون ارتباطی را که نشامای فرد یهودی داره، نشما و قلبش داره با قدشابه خوب با هشم اتبارق که یه ارتباط معنویه، این راه ارتباطی سد میشه، بسته میشه، یعنی تأثیراتی که میذاره تأثیرات ظاهرن به نظر میاد خب میگه چکار کردم، من یه غذای غیر کاشر خوردم، نمیدونم یه میگو خوردم، یه فرض کنید که یه گوشت غیر کاشر خوردم، چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که میفته این دوتاست، یکی تومعاس و یکی تیمتوم، یعنی بسته شدن اون راه ارتباطی با هشم. و خیلی وقتا کسی که خیلی غذای غیر کاشر میخوره این دیگه اون معنویات را، احساسش نسبت به معنویات و اشتیاقش نسبت به معنویات کم میشه، علتش هم اینه که این تیمتوم اتفاق افتاده. به صورت کلی نشاما شور و شوق داره به سوی هشم و در نتیجه نسبت به معنویات نشاما اشتیاق داره، ولی کسی که خودش را ناپاک کرده با غذای غیر کاشر این اشتیاقه هی کم و کمتر و کمتر میشه. بعضی اوقات شما میبینید که یه آدمی اشتیاقش به معنویات خیلی زیاده، یه آدمی ها میبینید که اصلا علاقه ای نداره، میگی تفیلا اصلا نمیتونه حتی یه تفیلا بخونه، ممکنه حتی اعتقادم داشته باشه ولی معنویات براش یه حالت غیر جذاب داره، دافعه داره نسبت به معنویات. این خیلی وقتا علتش به خاطر همین تیمتوم حلقه، یعنی غذای غیر کاشری که اون شخص خورده. تعریف میکنن میگن که یه شهری بوده که اینا برای رمبن ریبی موشه به نخمان، یکی از ریشونیم که حدود 700 سال پیش زندگی میکردن، یکی از دانشمندان بزرگ اسپانیا بودن، یه نامه میفرستن که تو اون خیلی بحث میکنن که تخیت همتیم، یعنی زنده شدن مردگان را که جزء اصول ماست، این را رد میکنن و رمبن به تلمیدش که اونجا بوده میگه که برو چک کن، برو ببین اینا کشروتشون چجوریه، قضایی چون یه یهودی نمیتونه بیاد به این راحتی مسائلی که اصول مذهب ماست، اصول تورای ماست رد بکنه، اینا حتما غذای غیر کاشر میخورن و واقعا میرن چک میکنن و میبینن که اینا غذای غیر کاشر میخورن و اینا اصلاحش میکنن. بنابراین
این کشروت خیلی ها فقط فکر میکنن که فکر میکنن فقط به خاطر مسائل جسمانی و برای سلامتیه یا بهداشتیه. این نیست. ممکنه بله غذای کاشر میتونیم بگیم که میتونه سالمترین غذاها و بهداشتیترین غذاها باشه، ولی هدف این نیست. شما ببینید الان مثلا چینی ها، ژاپنی ها همه چیزی میخورن، سوسک و موش و ملخ و هرچی بگی، سگ و گربه و کلن کشورهای شرق آسیا همه چیزی میخورن. خب آیا هر چیزی بگی میخورن. خب فاش و همین بلایی که بند آوردن برای کرونا و غیره که خیلی ها میگن حالا از این حیواناتی بوده که خورده بودن. و ولی واقعا آیا مثلا ژاپنیا از نظر سلامتی نسبت به یهودیا کمترن؟ شاید حتی عمرشون بیشتر هم باشه، میانگین عمرشون بالاتر هم باشه، سلامتیشون هم مشکلی نداره. واقعا هدف اصلی کشروت بحث سلامتی نیست. کشروت بحث تاهوراست. تاهورا خخامی میفرمایند، راشین پوراش میگه، رمبام اینو میگه، هارمبام میفرماید در هیلخوت میکواوت که تاهورا جزء خوکیمه، جزء احکامیه که دلیل فیزیکی و دلیل بهداشتی و دلیل عقلانی نداره، بلکه کاملا دلیل معنویه. یعنی مثلا شما فرض کنید که چه فرقی داره یه خانومی که حالا نیداس هفت روز پاکی رو شمرده، حالا بره حمام استحمام بکنه با صابون و غیره، یا اینکه بره تو مقوه، چه فرقی این دوتا با هم داره؟ اون آبه، این هم آبه. یا بره تو استخر، چرا میره استخر، چرا میره حمام؟ اون ناپاکی تو مایی نیدایی هنوز هست، ولی وقتی که میره مقوه طاهر شده. وقتی نرفته مقوه حتی با شوهرش ارتباط داشته باشه خس و شالوم کارت داره، یعنی منقطع شدن از علم حبا داره. و حتی خس و شالوم برای هیچ کس پیش نیاد، کارت یه قسمتش عریریه، یعنی از دست رفتن بچه هاست یا زود فوت شدنه. خب این مجازات های خیلی سختی داره. این دوتا با هم چه فرقی داره؟ فرقش معنویه. میغوه که تاهر میکنه به صورت معنویه. توما و تاهرا بحث کثیفی و تمیزی نیست. توما و تاهرا را، توما را کثیفی یا تاهرا را تمیزی ما ترجمه نمی کنیم، بلکه پاکی و ناپاکی، پاکی معنوی، ناپاکی معنوی، این به این شکله. و در مورد کشروت هم به همین شکله. و یه چیز دیگه هم، یه داستان براتون بگم. این اتفاق افتاده چند سال پیش در ارس. میگن که در یکی از شهرهای ارس یه پلیسی بوده، مذهبی بوده، داشته گشت میزده، یه شب نصف شب میبینه که یه مغازه قصابی کاشر، این یه دفعه یه کامیون بزرگی اومد جلوش وایساد نصف شب. اینا دزدن چی هم چجوریه؟ از اون یه جا پنهان میشه نگاه بکنه ببینه چیه. میاد میبینه که صاحب مغازه هم اومد. صاحب مغازه رو خوب میشناخته، از دور میبینه پس اینا دزد نیستن. میبینه صاحب مغازه این ور اونور رو نگاه میکنه و کرکره رو میده بالا و در رو باز میکنه. از توی این کامیونه چند تا عرب بودن. آره، اینا چندین تا لاشه حیوان که اینا 100% غیر کاشره و جایی که اینا خودشون ذبحش کرده بودن اونجا ارزونتر میفته، به خاطر اینکه هیچ چیز بهداشتی نداره و هیچ نظارتی نداره و کشروتی نداره و هیچی. اینا رو میارن و سری میبرن توی این مغازه و میان بیرون. این میفهمه، پلیس میفهمه مذهبی هم بوده، میفهمه موضوع چیه. این مغازه قصابی که ظاهرا کاشر بوده در واقع می اومده این نصف شهر براش گوشت گویمی می آوردن، گوشت غیر کاشر می آوردن و می اومده می آورده تو مغازه و فردا به عنوان کاشر به مردم می فروخته. بعد این شخص میاد، خب همون موقع نمیتونسته تعقیب بکنه این چیز را، این به اصطلاح ماشینا، و میبینه که توش پر لاشه دیگه هم هست. میگه حتما فقط این مغازه نیست، شاید یکی دو تا سه تا مغازه دیگه هم باشه که اونا هم این خیانت رو دارن میکنن و
این عربا میرن شبا به اینا لاشه غیر کاشر میدن و اینا میفروشن به عنوان کاشر. میگه که خب من اینجا یه فکری به ذهنش میرسه، میگه که من میتونم فردا برم اینا پیش ربانیم عکسم میگیره، برم اینا اعلام بکنن که اینجا غیر کاشره و چه اتفاقاتی افتاده، ولی از اون ور شانس این که بقیه مغازه ها را کشف بکنیم که کجا هستن از دست میدیم دیگه، میفهمن و عربا دیگه خب نمیان به این مغازه بدن. ولی اگر الان اعلام نکنیم، الان صبر بکنیم که آره یه هفته طول میکشه، این البته غیر کاشدار را این آب میکنه میفوشه، ولی از اون ور دفعه بعد که هفته بعد که اینا اومدن یا چند روز بعد که اومدن این غذای غیر کاشر، ما هم وایسادیم موتورم امرامونه آماده ایم، اینا تعقیبش میکنیم این ماشینه را ببینیم کجا میره، تموم مغازه ها رو در میاریم و اون وقت همه شونا کلن این تمام این مغازه هایی که دارن این خیانت رو میکنن همه شونا غیر کاشر میشه. و این سوالش بوده که آیا الان بیایم همین مغازه رو اعلام بریم به پیش ربانیم اعلام بکنن که غیر کاشره، یه سری چند تا اسرائیل از خطا نجات دادیم، ولی خب اون چند تا مغازه دیگه فعلا پیداش نکردیم تا ببینیم، باید بررسی بکنیم و ببینیم کی و چی و سخت میشه کار، یا اینکه صبر بکنیم. حالا الان یه چند تا اسرائیل دارن غیر کاشر میخورن سهوان، ولی از اون ور همه این مغازه ها کشف میشه. این سوال ها میرن از اون موقع یوسف شالوم الیاشیف، راو بزرگ اشکنازی ها در قید حیات بودن توی یروشلایم، میرن از ایشون میپرسن. راو الیاشیف میگن که نه، شما نمیتونید صبر کنید، اگر بخواید صبر کنید همین الان این همین چند تا اسرائیلی هم که دارن میرن غیر کاشر میخورن اینا داریم باعث میشید که یعنی چشمتون رو میبندید نسبت به خطای اونا. درسته که اگر صبر کنید این احتمال وجود داره که بعد راحت تر بشه بقیه را پیدا کرد، ولی الان تو همین لحظه ما اینا موظفیم که اینا رو نجات بدیم از این مسئله. یه اسرائیل هم یکی هم کاشر بخوره یکیه. کلن ما تو مسائل مذهبی نمیتونیم این خشبونوتا بکنیم، این حساب کتابا رو که بعدن اگه صبر کنیم مثلا فلان میشه بیسار میشه. همین الان باید برید اینو نجاتش بدید. چرا؟ خب ببینید دلیل اصلیش بذارید با یه مثال دیگه براتون توضیح بدم. این از شوت ردبزه، ردبز راب مصر بودن حدود 500 سال پیش، یکی از ربانیم بسیار بزرگن. یه سوال جالبی ازشون پرسیده میشه، هزاران سوال جواب دادن این پرسش و پاسخ ها هست. یه سوال جالبی ازشون پرسیده میشه و اون اینه که یه اسرائیلی افتاده بوده زندان، خب تو مصر تو قاهره افتاده بوده زندان، و میان بهش میگن که تو یک روز در سال مرخصی میتونی بری، یک روز در سال بیشتر نه. و این الان شک داره که چه روزی ها بگیره، آیا صبر کنه مثلا روش هشانه رو بگیره بره شفار گوش بده تفیلا بخونه، کیپور رو بگیره تفیلای کیپوره پوریما بگیره مگیلا گوش بده، پسخ رو بگیره شب صدر اجرا بکنه. از ردبز میپرسن که چی کدومش رو باید بگیره، چه روزی در سال. ردبز میگه که روز اولی که میتونه بیاد بیرون بیاد بیرون، اصلا نیاد حساب کتاب بکنه که مثلا این تا یه ما دیگه صبر کنه مثلا کیپوره، دو ما دیگه صبر کنه سوکاس، نمیدونم انقدر صبر کنه پوریمه، هیچ کدوم این حساب کتاب رو نداره. همین روز اولی که میتونه بیاد بیرون اون روزه یه تفیلای جماعتی بخونه تفیلین ببنده، همون روزه اجرا کنه، برای بعدن برای آینده دیگه اون وظیفه ای نداره. توکل به هشم، که هشم یه موقع دیدید که بارها شده مثلا یه دفعه عف میخوره میاد بیرون کلا، خب ولی اون روزه رو نباید از دست بده. حالا اینا البته راو الیاشی وقتی ازشون میپرسن فکر نمیکنم این ردبز رو بیارن، ولی خود اون ایده و منطق همونه. خب ما همون چیزی ها که میتونیم همون لحظه نجات بدیم باید اینو نجات بدیم. خب برای آینده یه سیبیا که میندازی بالا هزار تا چرخ میخوره تا اینکه بیاد پایین، چی بشه چجوری بشه واقعا، حالا شاید اصلا به یه شکل دیگه اونا
کشف بشن، پیدا بشن اون مغازه‌های دیگه. الان باید اینو درست بکنیم، الان این چیزی که جلومونه باید درست بشه. و این اهمیت کشروته، اهمیت کشروته که می نویسن خخامی، می نویسن هیچ عورایی که آدم می کنه جزوی از وجودش نمیشه. خب تنها عورایی که قسمتی از بدنش میشه اون آوونه، اون آوونه که انجام میده، این کشروته. یعنی غذایی که داره میخوره نه زنا، یه خمرای دیگه داره، خمراهای دیگه ای داره که دقیقاً بچه به وجود میاد، ولی خب بد جزو بدن خودش نشده، ماده یه شخص سالسی، اونم خیلی خاموره، اون از یه جنبه دیگه سخته. ولی کشروت شما ببینید کسی شباد نگه نمیداره، قسمتی از وجود خودش نشده، یکی تفیلی نمیبنده، این قسمتی از بدنش نشده، خب یه خانمی میغوه نمیره، اینا همه آبونای بسیار سخته که کارت داره، سدیلا داره، کارت داره، ولی هنوز از یه جنبه، از یه جنبه این اونها آسونتره به خاطر اینکه قسمتی از وجود آدم نشدن، از یه جنبه، نه از همه جوانه. ولی کشروت کسی که غذای غیر کاشر میخوره، این اومده خودش را ناپاک کرده، اون ارتباطش را با هشم قطع کرده و قسمتی از وجود خودش شده، اون عورای خونش شده، گوشتش شده، بدنش شده. پس خیلی باید دقت کرد که آدم حتی به صورت سهوی هم مواظب باشه که خسف شالوم چیز غیر کاشر وارد وجودش نشه.